ماهان یه ویدیو فرستاده محمد حسین در مورد قرنطینه خانگی. خب ما از ماهان پرسیدیم که تو خونه چه کار دارین میکنین و بیشتر مشغول چه کارهایی هستین، که ماهان زحمت کشیدن برای ما یه ویدیو فرستادن. بیشتر از همه که دلم برای رفیقام و همکارام اینا خیلی تنگ شده. هر روز ما شرکت بودیم، با هم کار میکردیم، زندگی میکردیم، بیشتر تایم رو با هم دیگه بودیم و سر کار اینا. خب الان همه چی به هم ریخته، همش خونه این تنهاییم. حالا نهایت با یکی دوتا دوستامون که نزدیکم خونه و رو اینا یه گلن از جایی میریم و چیزی مثل بقیه. حتی فرصت خوبی هم از من یه سری کارا داشتن تو سر کار رفتن شب نمیرسیدم که درست بشنم باشن انجام بدم. مثلا یاد گرفتم ورک تایم کار میکنم، که ماها نه کار میکنه واقعا تو خونه کار میکنه، چون دیگه راهی وجود نداره. الان ما هم تو خونه داریم کار میکنیم. دیگه پیشنهادت براشون چیه؟ ببین کلا ما دو دسته کار میتونیم انجام بدیم. کار مصرفی میتونیم بکنیم یا کار تولیدی. مصرف مثلا مثل اینکه فیلم بشیم بریم سریال ببینیم، چون هم کتاب بکنیم. حالا تولیدی هم اونایی که اینا رو تولید کردن، بله تو خونه کار میکنه. حالا نمیگم ما فیلم بسازیم، ولی چون هم میتونیم نقاشی بکشیم اگر خدا هر که حرف هنری داره، چون هم یه چیزی بنویسیم. کارهای اینجوری به نظرم بیشتر اون انرژی به خود برمیگرده تا اینکه فقط بشینی چون هم شبا سریال ببینیم دوست کلاس کنیم. حتی مثلا آشپزی کردن هم از این کاری که به نیستی بولید میکنم، تجربه هستی هم خیلی خوبی میشه به خواهدی در میشی خلاصه که همین نبیده. آقای غفاری مهمون آقای قرمه سبزی افتادی. ببین ما شانس آوردیم کارمون تو با اینترنت ها ریموت میتونیم کار کنیم از خونه، یعنی همون ساعتهایی که سرکار باشن مثلا 10 صبح بود چنان تا 6 و 7 همون تایم ما آنکالیم و حالا واسه جلسه هم با اسکایپ و همه چی کامپیوتری در واقع انجام میدیم. حالا دیگه وای به حال اونایی که کارشون حتما باید حضور داشته باشن، حالا یه خیلی کام اذیت کنند هست. و در آخرم که امیدوارم زودتر تموم شه و حتما استفاده موضوع بکنیم. من دارم فرصت بنام. مرسی. خب خیلی جالب بود، ماهان این ویدیو رو برام فرستاد که تو خونه کار میکنه، الان کاملا از طریق اینترنت دارم فعالیت میکنم و کلیت حرفش هم به نظر من حرف درسته. یعنی این لحظه و این فرصت از دست به حرف طالب سیمرغ و کیمیای باش، با اینکه اعتقادی بهش نیست تفعل به شعر زدم. آقای روانکاو چیکار کنم با دنیام؟ چرا ساکتی بازم بام؟ دیوونم یا تنهام؟ منی ایهامم آزاد و تو دامم، سرباز زندگی سردار رویامم، شروع و پایانم آروم و توفانم، ثابت نسید چیزم شبیه ایرانم. یا دستم اصله هست یا دستم خودکاره، قلبم اونی که عاشق است مغزم اونی که بیزاره، یا چشم خط صاف یا چشم پرگاره، یا گوشم خاطر است یا گوشم خسته از این تکراره، یا پا من نرفته بدهکار یا پا من رفته طلبکاره. ما تیزر فیلم میخواییم پخش بکنیم، ویوز و فیلم ترنس مالیک. کدوم فیلمش؟ Remember the day when we first met? I remember that motorcycle, my best dress. You looked at me, and I knew how simple life was then. در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست میرسم با تو به خانه از خیابانی که نیست، می نشینی روبرویم خستگی در می کنی، چای می ریزم برایت توی لیوانی که نیست، باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است، باز می خندم که خیلی
گرچه میدانی که نیست. موزم تلفنی امروز چه خبر؟ آره ما چند تا تماس داشتیم. اوکی. بله. سلام علیکم. سلام آقا. شبتون بخیر. شب شما بخیر. سال نوتون مبارک باشه. سال نوی شما مبارک. ایشالله پر برکت و سبز. مهدوی چطوری؟ خیلی مخلصیم آقا. ایشالله سالی و حالی خجسته. مخلصیم شما خوبیم بعد موقعی که مزاحم نشدیم. خیلی هم خوشمون هست. قربونتون برم. آقا چه خبر خوبین؟ خوبیم شکر میگذرونیم الحمدلله. الهی شکر تو این وضعیت چه کار میکنین؟ بیشتر کجاهایین؟ چه فعالیتی دارین؟ قرنطینه خونگی؟ در حال سفر از اتاق خواب به حال و پذیرایی همون دستشوی دور اتاق خواب. میخواستیم نظر شما رو بدونیم در مورد وضعیت کرونا، خونه بودن و اینکه چه کارهایی میشه کرد تو خونه که از این فرصت به بهترین شکل استفاده کرد. من که خودم به شخصه اینجوری دارم زمانبندی میکنم واسه این سری کارهایی که دوست داشتم انجام بدم و هیچ وقت فرصت نمیشود. آها. حالا یه وقتی نوشتنه، یه وقتی خوندنه، یه وقتی فیلم دیدنه. خیلی فیلم بوده بود که هی یادداشت کرده بودم، لیست کرده بودم این فیلم ها رو ببینم. فرصتی شد اینا رو ببینم چون واقعا وقت نمیشود. بعد کتاب، یه سری کتاب. چه عالی. میتونیم بدونیم چه فیلمایی دیدین؟ معرفی کنین؟ آره چرا که نه. به به. البته خب یه سری کارهایی که دیدم مجدد دوباره دیدم و یه سری کارها هم ندیده بودم کاملا غریبه یا غریبه های کاملی هم چه عنوانیه. آها. پارتیش که فیلم ایتالیایی خیلی دوستش داشتم. بعد یک شنبه غریبه های کامل کامل غریبه کار آلمانی مجاریه، بیشتر آلمانیه. انگل رو دیدم. بعد حضور ذهن نداشته باشم باید لیستم رو نگاه بکنم چون معمولا تو اسم یه ذره ضعیفم. ولی خب در کل چقدر خوب که تو خونه از این فرصت استفاده کنیم، فیلم ببینیم، کتاب بخونیم. آره، و حالا آره. یکی از دوستان حتی پیشنهاد به ما دادن که آشپزی هم خیلی میتونیم تو خونه یاد بگیریم. من انجام میدم اتفاقا. ایول زرفم میشورم. آقا خیلی ممنون وقت گذاشتین، گفتیم با اتون صحبت کنیم، صداتون رو بشنویم. مخلصم. خیلی مخلصیم آقا، شبتون خوش باشه. انشاءالله که هر جا هستید خوب خوش سلامت، از این فرصت قرنطینه هم نهایت استفاده رو ببرید که دارید میبرید. انشاءالله انشاءالله. قربونتون برم آقا، مزاحم نشید. آقا شکریم، قربونتون فعلا، خداحافظ. دست از سر رب من بر نداشتم اصلا تو این ده دوازده سالم گفت رو دفترم من هر شب رفیقا من پنچرن اکثرن رفتن اتم از دست یا شیشه ای شدن شکستن کف شهرم پخشن یا لشن رو تو مصرفن رو پرچمم تو دستم من پتمم رو آبه چیزی واسه قایم کردن ندارم من لابلای آب رای شهرم فقط تلاش کردم تا بابش راه ما به کلت انگار حرف ما رو ولی فقط عاشقا میفهمنش بقیه فکر میکنن که کار ما بی مصرفه همینیم که هستیم و از حقیقت میخونیم میگی خراب و پی مبادیم همینقدر میدونی واسه تو که بد می تو همین وضعیت میمونی پی ساختنیم مهم نی که سلیقه چجوریه ما اینجاییم رپ میکنیم دریغ از روحیه واسه گیر دادن یا که پریدم به مدیره من مریضم که مودیه پم مواظب باش نگیرم ای رو تیمت اینم واسه قسمت آخر کوپن ایشالله ببره جایزه نوبل همه رو یه تنه پاره بکنه تو هم بپره خوابت گله